از آدم احترام دارم به شما میانان عجز ارجمندم. امروز سه شنبه است، یک روز تاریخی دیگه در زندگی ملت ما. آقای امیر شهرتی برنامه رو ادارت میکنه، از این سایمانه سپاس گذارم. نمیانانم دیدم دوباره بحثی در گرفته در باره اینکه آیا این جنبش، آیا مردم ایران برای تغییر حکومت به کمک های خارجی نیاز دارد یا ندارد. نمیدونم این اپاب افکنی به چه قصد. وقتی ملت ها در برابر یک حکومت خونریز قرار میگیرن که انواع جنگ‌افزار ها رو در اختیار داره، انواع نیروهای سرکوبگر و 400 زندان تازه ساخته بعد به قدرت رسیدن، 400 زندان و زندان هایی که توی مملکت بودن اضافه کرده، به قول دفتر رهبر جمهوری اسلامی 10,000 نفر همینک توی زندان ها هستن که شمارشون مورد بخشش ظاهرا قرار گرفتن. آیا جز اتکا به کمک خارجی میشه در این زندان رو باز کرد، زندان بزرگ به نام جمهوری اسلامی رو؟ همه ملت ها وقتی به این نقطه رسیدن معلومه که به کمک خارجی نیاز داشتند، معلومه از کمک خارجی بهره گرفتن. لنین با کمک آلمان ها در روسیه به قدرت رسیده، اخوان المسلمین با کمک دولت اوباما به قدرت رسید در مصر، سیانوک با قدرت چین، با حمایت چین در کامبوج به قدرت رسید، دوگل با حمایت انگلستان، خمینی با کمک تمام دنیا، از کشورهای شمال آفریقا بگیرید تا خاورمیانه، همه نگاه مساعدی داشتن. از همه خوشحالتر کلیسا بود، میگفت ببینید میشه بدونی که دماغ از کسی، از خون از دماغ کسی بیاد. ارتش 2500 ساله رو زمین زد و مذهب رو به قدرت رسوند. البته بعدا کلیسا پشیمون شد از این حرفش و از این پنداشت غلط و از این توهم که حالا قدرت های مذهبی تو دنیا میتونن به سادگی از پس سیاست بر بیان و بر مسند قدرت بیستن، دنیا رو مذهبی کنن. این تصورشون بود. رهبر نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل از خمینی به عنوان گاندی روزگار یاد میکرد. گاندی دیگری در دنیا ظهور کرد، آمده از طرق مسالمت آمیز به قدرت برسه. برای همین همه دنیا دست به دست هم دادن خمینی رو در ایران به قدرت برسوند. هر کس در هر جای دنیا، هر دولتی، هر قدرتی بخواد به این ملت کمک بکنه استقبال کرد، باید استقبال کرد. این توهمات جمهوری اسلامی است که میخواد به ما تزریق بکنه. هر قدرتی در دنیا زمانی باید واهمه داشت که یک قدرت کوچک بدون حمایت مردم بخوان در ایران زمینه های دستیابی به تاج و تخت رو پیدا بکنن، یعنی یک گروه کوچکی باشن بخوان حالا مردم ایران رو دور بزنن یا مردم یک کشور دیگر رو دور بزنن به قدرت برسن. به کمک خارجی نیاز داره، معلومه که این کمک با اونها میشه، باید بازپرداختی داشته باشه. تبعاتی داره دریافت این کمک برای این گروه کوچک. ولی وقتی انقلاب عظیمی مثل انقلاب ایران با چنین شکوه عظمت خیره کننده دنیا رو مجاب کرده که حکومت جمهوری اسلامی هیچ راهی برای ماندگاری نداره، خیلی طبیعیست که اگر کمکی هم صورت بگیره با توجه به اینکه نسل زبده، نسل آگاه، فوق‌العاده آگاه امروز داره این انقلاب رو پیش میبره که در آینده ترس و واهمه ای از نفوذ قدرت‌های بیگانه نیست، چون که خود این جنبش این تجربه فوق‌العاده مهم رو به همراه داره که موفق شده گلوبال بشه، موفق شده جهانی بشه. امروز جنبش ما ابعاد جهانی پیدا کرده، دیگه در چهار دیواری ایران نیست. امروز خدمتتون گفتم یه موقعی ادعای خامنه ای بود که
عمق استراتژیک که ما از کرخس تا دریای مدیترانه تا سواحل مدیتران، امروز عمق جنبش انقلابی مردم ایران از تهران تا سئول، از سئول تا توکیو، از توکیو تا نیویورک، تمام دنیا رو در بر گرفته. یعنی این کارزاری که این جنبش در جهان به راه انداخت به نظرم در تاریخ بی‌نظیر، هرگز هیچ جنبشی این همه هوادار و هواخوا در سطح جهان نداشته، چه با همی از کمک‌های خارجی، شبیه زلزله است. در ایران 44 سال زلزله امان از مردم برید، یک زلزله مذهبی با پس لرز، بی شمار پس لرزه. در ترکیه 240 بار زمین لرزیده، در همین بامداد امروز 23,000 نفر مجروح شدن، 5,000 نفر تا به حال کشته شدن. ضربه در 8 بکنیم میگن 40,000 نفر گردن، ولی اون چی که مهم اینه که 8,000 نفر رو از زیر آوار بیرون رو کشیدن، 8,000 نفر رو در این فاصله کوتاه. آفرین بر ترکا، در رو به روی دنیا باز کردن، تمام دنیا حاضر شد به اونا کمک بکنه. میگن هر کس بخواد کمک بکنه قدمش روی چشم. چرا؟ چون اهمیت میدن به وضعیت خودشون و میدونند چقدر مناسبات حسنه با دنیای بیرون برای اونها، برای آینده اونها اهمیت داره. در ایران رهبرانی بر سر کار هستن که واقعا عقب افتاده، واقعا فشل، واقعا بیچاره، واقعا درمانده. چه وجودشون در روی کره زمین اصلا درک نمیشه در این عصر و روزگار. ممکنه حالا اگر در عصر اجر زندگی میکردن درک حضور و موقعیتشون دشوار نبود، ولی به درد این روز و روزگار نمیخواد. من نمیدونم کجا ایستادن، چی فکر میکنن. این تیتر روزنامه آفتابیز رو ببینید و پیشانی صفحه، مردم از گرسنگی دارن میمیرن، فقر و درماندگی و بیچارگی و بینوایی گریبان مردم رو گرفته. خامنه ای دنبال ساخت پهباد در روسیه، یعنی روسا حتی این اندک وجیزه رو، اندک امکان رو ازش گرفتن، دارن منتقل میکنن به روسیه، در کارخونه رو ببرن در اونجا بسازن، 6,000 پهباد. یعنی سرمایه گذاشتن روی آدمی که خودش آینده ای نداره. امکان بازگشت ولادیمیر پوتین به جامعه جهانی نیستم گنانم. در نظم نوع جهانیش هیچ کس شانسی برای پوتین قائل نیست، علارغم حملات تهاجمی که داشته ظرف این 50-60 ساعت اخیر که خیلی ها تصور میکردن به نتایج فوق‌العاده‌ای برسه در اوکراین. اما امروز کارشناسان وزارت دفاع ایالات به انگلستان تاکید کردن که نصیبی نبرده از این به اصطلاح عملیات تهاجمی اخیرش. وقت در ایران رهبری بر سر میگن معمولا دیکتاتورها دنبال نوچه هم دیگه، همیشه همین بوده، دیکتاتورها دنبال نوچه. خب از زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار آمده اینا گشتن هرچی مجموعه اشرار رو در منطقه خاورمیانه به سراغ اینها رفتن، اشرار رو جمع که اشرار مذهبی رو، خیلی از بس آدم های خلافکار و جنایتکار رو در عراق و یمن و نمیدونم لبنان و در سوریه و بقیه جا، اینا رو دن زیر یک چتر، اینا رو کردن نوچه و کیفکش خودش. بعد که قاسم سلیمانی پیدا شد دیگه سامسونت برمیداشت با میلیون ها دلار میرفت دنبال نوچه در منطقه خاورمیانه. جهاد اسلامی، حماس، غزه، کتائب حزب الله، عصائب اهل حق، حزب الله عراق، حزب الله یمن، حزب الله لبنان، هر چی مفتخور بود و هر چی آدم شرور بود اینا جمع کرد، هر چی شرور مذهبی اینا رو کرایه میکردن برای کشتن، برای تخریب. چون هیچ کدومش استعدادی که نداشتن، نه درس خوندن، نه استعدادی داشته بودن. آموزش میدادن یک دو هفته
و اینا رو وادار میکردن که عملیات تخریبی انجام بده. یک کار درست در منطقه خاورمیانه اینا صورت ندادن، فقط باعث آزار و اذیت مردم منطقه شدن، برهم زدن امنیت کشورهای منطقه و این هم به بلا و آسیب که بر سر مردم یمن آمد. مردم لبنان، ببین لبنان رو به چه روزی رسوندن. یک گزارش داشتم از سوریه، حیفم یاد براتون نخونم، نمیخواستم وقت نداشتیم، ولی اجازه بی خیلی سریع بخونم. این سوریه ایست که خامنه‌ای حاج قاسم سلیمانی روی دست مردم گذاشت. گیر پدرسون نماینده سازمان ملل میگه مردم سوریه در یک بحران عمیق انسانی غرق شدند. بحران تنها انسانی نیست، سیاسی است، نظامی است، امنیتی است، اقتصادی است، حقوق بشری است در مقیاسی بزرگ. فقر بی سابقه، ناامنی غذایی بی سابقه و نابودی خدمات اولیه و بحران اقتصادی بیداد می کند. رایان معروف، خود شهر سوریه است، شاهد میگوید شاهد افول استانداردهای زندگی هستیم. وضعیت اقتصاد فاجعه بار است. دولت در خدمت رسانی به شهروندان شکست خورده است. کشور فلج است. در برخی شهرها تنها روزی یک ساعت برق داریم. هیچ سوختی پیدا نمی شود. همین چندی پیش وزارت بازرگانی داخلی به طرز عجیبی قیمت گازوئیل و بنزین را افزایش داد. بنزین بدون یارانه حدود 125 هزار لیره سوریه است، می شود 22 دلار در هر 20 لیتر. اکنون قیمتش دو برابر شده است، 44 دلار در بازار سیاه. این سوریه است که خامنه ای و دار و دستاش و ولادیمیر پوتین و ارتش روسیه روی دست این مردم بینوا گذاشتن. برای چی؟ برای که از یه خانواده مفلوک درمانده، یک رهبر تو سری خورده در دنیا دفاع و حفاظت بکنن. به چی؟ به اسم دفاع از حرم. ببینید چه بلایی بر سر این مردم اومد. اینا دستاوردها و میوه های حکومت وسیعی که در ایرانی که ادعا داره که یک حکومت آخر از زمانیست، نمانده خداست بر زمین، نمانده امام زمان. اصلا آدم نمیدونه چی بگه واقعا، نمیدونه. تو این شرایط بد و بحرانی، اون عکس دیروز دیدید که آقای خامنه‌ای رفت تو در سگبازی در میان جمعی از این دختر بچه های 9 ساله. تو این شرایطی که بچه ها در خوی تو خیابون ها میخوابن توی برف زیر صفر، بعد به جای اینکه این حکومت در پی ترمیم مشکلات اقتصادی باشه، فکری به حال این مردم بکنه، جز سرکوب بزن و ببند، بازداشت، خون کردن دل مردم، چنگ زدن به قلب این مردم بینوا بعد از 40 اندی سال، مصادره اموال، فروش. دیدم امروز یکی از این آقای حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزارانه میگه کار به جایی رسیده که اینا دولت قراره با فروش چند زمین و چند باشگاه کمبودهای مالی خودش رو ترمیم کنه. کار به کجا کشیده؟ کار به کجا؟ کار این مملکت به کجا کشیده؟ اون وقتی وسط آقای خاتمی، محمد خاتمی و میر حسین موسوی هر دو از اون طرف، همین حسین مرعشی و بقیه دار دسته اصلاح طلب هر کدام راه افتادن تری میدن. این آقای مرعشی که ترشینی که بیاد به یک به اجماع برسیم، یه سند ملی، اجماع در قلمرو انتشار یک سند ملی، یعنی همه آدم هایی که تا به حال سر این سفره بودن، مدتی از این سفره دور شدن، مثل اصلاح طلب ها، اینا رو دوباره به سفره دعوت بکنید، اجازه تحرک اونها بیده، درخواستشون که اجازه تحرک بیدید. به اصلاح طلبان و منتقدان، ما رو در این بازی سهیم بکنیم، ما شما رو نجات میدیم. صحبت از نجات جمهوری اسلامی چندین بار هم تکه کرده، استناد کرده به سخنان رهبر معظم جمهوری اسلامی است. این که اینا کسانی هم که میخوان اوضاع رو اصلاح بکنن. محمد خاتمی
آقای میر حسین موسوی معتقد که قانون اساسی رو باید تغییر داد، در فکر رفراندوم بود. محمد خاتمی میگه نه اصلا لازم نیست تغییر بدیم قانون اساسی رو، مراجعه کنیم به نص سریع قانون اساسی، به روح قانون اساسی مشکل حل میشه. اینا در خواب و خیالند. یعنی میبینی رزالت به کجا رسیده، به کجا کار کشیده. همه میخوان خودشون رو نجات بدن، کسی در فکر نجات ایران نیست. محمد خاتمی نمیگه ایران رو نجات بدیم، همش در پی اینی که به خاتمی، به خامنه ای حالی بکنه که من گرچه حبس خانگی هستم، گرچه کمتر دیگه نسبت به من مهربان هستید، لطفتون دیگه شامل حال من نیست، ولی من همش در فکر نجات شما هستم. حرف محمد خاتمی در تمام این سال ها همین بود، به شکلی به رهبر جمهوری اسلامی حالی بکنه. درسته شما به ما لطفی ندارید، ما دیگه از محبت های شما برخوردار نیستیم، ولی مطمئن باشید که ما شبان روز دعاگوی شما هستیم. وقتی پیشنهاد خاتمی رو میخونید همین مستفاد میشه و نه چیز دیگه. در فکر نجات خودشه، در فکر نزدیک شدن به بیت رهبریه، کسی به فکر نجات ایران نیست. نه میر حسین موسوی در اندیشه نجات ایران، در همه در اندیشه نجات اسلام هم. وقتی آقای میر حسین موسوی در سفر به ترکیه به نام گفته دکتر نوری علای عزیز حاضر نمیشه به آرامگاه آتاتورک بره و در اونجا ادای احترام بکنه به بنیانگذار ترکیه نو، چرا؟ چون سکولاره. خب پر واضحه که تریم که میده تریس برای ادامه حکومت مذهبی، نه غیر مذهبی، از سکولار ها متنفر، بیزاره، انقدر بیزاره که یکی از برجسته‌ترین شخصیت های قرن بیستم، یکی از رهبران بزرگ دنیا، یعنی آتاتورک حاضر به ادای احترام نیست، قبولش نداره، معتقد او سکولار بوده، او لائیک بوده. یه آدمی که لائیک سکولاری که احترام برانگیز نمیتونه باشه برای کسی. اون وقت ما در اینجا در حالی که آقای جورج سورو داره با سرمایه گذاری سعی میکنه که کشورهای غربی رو تشویق بکنه به ادامه مذاکرات هسته‌ای، پول میده کوینسی، به هر حال با کمک خود جورج سورو ایجاد شده کوینسی، همینجا که تریتا پارسی این دکون دو نفش جدیدی که ایجاد کرد با کمک همین سرمایه‌داران آمریکایی اهل اروپای شرقی، تبارشون از اونجاست. و ما الان دغدغه‌مون شده که ما با تو کمک از خارج بگیریم، چرا نگیریم؟ بس زلزله است، این زلزله. آقای خامنه ای دستور اجازه نداد که ترک‌ها وارد بشن کمک کنن به خوی، واقعا میتونست کمکشون خیلی معصر باشه چون تجربیات گران قیمتی در این زمینه دارن. بعد از استانداردهای اروپایی بهره گیری میکنن در مواقعی که زلزله میاد، کارشناسان زبده ای دارن در و بس، چون سرنوشت مردم خود که براش مهم نبود، که او دنبال عروس سکبازی بود و اینجوری وانمود بکنن که به جمهوری اسلامی کماکان جامعه بشاشی نگاه کنی، به دختر بچه های 9 ساله آماده ازدواج، رهبر هم وسطشون نشسته گل میگه گل میشتافه، بعد یه انگشترش هم داده بود یک از این دختر بچه هایی که داشت عروسک بازی میکرد. این عکس واقعا مشمئز کننده. آقا در روز دیگه میرفتی، در روز دیگه این کار 10 روز دیگه انجام میدادی، نه درست زمانی که مردم با این همه مصیبت روبرو هستن، هزارها تن از بهترین فرزندان این مملکت توی زندان ها هستن، زلزله خوی آمده، مردم توی خیابون ها هستن یا زیر چادرها
چادرهای مستعمل. این مراسمی در روزی که برگزار میکرد. برای چی ما باید از دریافت کمک های خارجی تفره بریم؟ چرا چنین چیزی رو تشویق میکنیم؟ این چه معنایی داره؟ ما در دنیای زندگی میکنیم همیانانم که وقتی جنبش انقلابی در ایران شکل گیره واقعا بخشی از دنیا خوشحال شد. من نمیگم قدرت ها و دولت ها، ولی مردمان دنیا و دارن تعقیب میکنن، پیگیری میکنن لحظه به لحظه اون چی که در ایران داره میگذره، برای که براشون مهمه حکومتی مثل جمهوری اسلامی از صحنه زمین حذف بشه که باعث شرارت های فوق العاده شده تو این 40 سال، اصلا فضای دنیا رو عوض کرده، ترس رو بر منطقه حاکم کرده و سعی کرده از اشرار مذهبی رو حمایت و تقویت بکنه. خب این دنیا رو نگران میکنه، معلومه خوشحال میشن، ببیشه وقتی میشنون که در رأس این جنبش بزرگ زنهای ما قرار دارن. زنهای ما در رأس این جنبشن. ببخشید، خوشحالشون میکنه. دنیا این جنبش رو از آن خودش میتونه. از بسیاری از جنبش های زن در کشورهای مختلف، جنبش در ایالات و دنیام در اروپا، جنبش انقلابی ایران رو جنبشی مال خودشون فرض میکنن. این حرف هم بسیار شنیدنی بود از سوی دولتمند که به نظرم خیلی مهمه، حرف سخن خیلی مهمه که اون چی که در ایران داره میگذره هم میانانم اون چی که در ایران داره میگذره برای نخستین بار میتونه آغازه احیای دموکراسی در جهان باشه. ببینید در قرن 20 خیلی از کشورها به صورت استبدادی هدایت اداره میشدن، اما به تدریج همه اونا به سمت دموکراسی روی آوردن. حکومت‌های دیکتاتوری که باز دیگری اینا از نفس افتادن و حس شدن، دموکراسی جای اونها رو گرفت. خیلی از کشورهای لاتین در جنوب اروپا مثل اسپانیا، ایتالیا، موسولینی در رأس کار بوده و به همین ترتیب بعد از جنگ دوم جهانی خیلی از کشورها بودن مثل یونان، سرهنگا بر سر کار بودن دیگه. امروز یک حکومت دموکرات. در همین ترکیه بالاخره نظامی ها سر کار بودن دیگه، حالا گرچه حکومت اسلامی بر سر کاره، ولی خب الهم یه چیزایی رعایت میکنه. در دوران همین لحاظ در بدترین شرایط درها رو به روی توریست ها در تمام دنیا باز گذاشت، روابط خودش با دشمنان خودش در منطقه خاورمیانه احیا کرد. در ایران ما یه رهبری داریم که تفکرش یه جایی منجمد شده، نمیدونم کجا، ولی دنیا رو همیشه یکسان میبینه. رودخانه ایست برای دنیا که حرکت نمیکنه. یه رودخانه غیر متحرک و غیر جاری شدنیش ما از هر کمکی در دنیا که به جنبش ایران بشه حمایت بکنم، چه کمک معنوی باشه چه مادی باشه. شما تصور میکنید که مثلا این تلویزیون هایی که ما توش نشستیم اینا در واقع به طور قائم به ذات به این مالکیت این رسانه ها رسیم؟ نه، آیا امریکایی نبودن که این ما الان من و شما که با هم حرف رو میزدیم نمیشون سیما حرف بزنیم؟ اینا اجازه نمیدادن. ما در فرانسه اینا به تلاش کردیم بتونیم یه رادیو بزنیم، نمیشه، قوانین اجازه نمیداد. بعدها یواش یواش اول اجازه دادن به یک نفر، یک مخبری بود، روزنامه‌نگاری بود در فرانسه که با تلفن شما شماره تلفن رو میگرفتی گوش میکردی خبر ایران رو به شما میداد در 2-3 دقیقه. همین
بعد یواش یواش درها باز شد. من در همین آمریکا وقتی انای تی وی بودم در برابر دوربین نشسته بودم، خب بعد زنگ زدن از اصفهان بود، یه نفر به من گفتش که ما داریم شما رو میبینیم. من پیرت کردم، هنوزم نمیدونم چی بار وست کرد، ولی مطمئنم که مسئله بر این بوده که ما وست میشیم با ایران حتما. حتما، چون هزینه ارسال برنامه روی آنتن خیلی گران بود. یه فکر کنید یه چیز حدود 200-300 هزار دلار پول میخواست اون زمان. کی فرستاده؟ دست غیب؟ حتما و قطعا منافعی ایجاب میکرده که تصویر برنامه های ما برای نخستین بار در ایران پخش میشه در اون زمان. و جنگ جمهوری اسلامی و آنتن ها شروع شد. هر روز مامورانش حمله میکردن به خانه ها، رفتن رو پشت اونا آنتن ها رو شب بکنم مبادا مردم ما رو ببینن. با کمک اینا بوده. شما که امروز تو تلویزیون میگی کسی نباید از هیچ کشوری کمک گیره، بلا خود داری کمک میگیری. اینا اگر این امکانات رو به ما نمیدادن که ما ارتباطی با درون کشور نداشتیم که. بنابراین تمنا میکنم حرفایی نزنیم که حالا بی سابقه است و تنها و تنها ما رو وارد مباحثی میکنه که هیچ اولا هیچ کس حالا اعلام نشده که ما خب کمک بکنیم که برن بگیرن و کسی هم دست سخاوت نداره مگر بدونن که آلترناتیو وجود داره، قدرتی وجود داره، نیروی هستن، استراتژی دارن و اینا قصد دارن بر پایه برنامه ریزی، بر پایه مانیفست برن مملکتشون رو بگیرن. حالا ما باید بشینیم حساب بکنیم که آیا اگر چنین حکومتی در ایران بر سر کار بیاد منافع ما حفظ میشه یا نمیشه. اینا اینجوری فکر میکنن، اینا دنبال منافع خودشونن. ما باید اثبات بکنیم به همه قدرت‌های دموکرات دنیا، نمیگم به قدرت‌های استبدادی، به قدرت‌های دموکرات دنیا باید اثبات بکنیم که ایجاد یک دموکراسی لائیک در ایران به نفع همگان، به نفع بشریت. خب امروز سه‌شنبه است که باید با آقای دکتر میلانی باشه. آقای دکتر در سفره، فکر کنم سفری هم که رفتن سفر لازمیه. حالا هر جا هستن که امیدوارم سلامت باشن، امیدوارم با خبرهای خوب برگردن. میدونم جمعی از ایرانی ها رفتن به واشنگتن، حالا من دکتر میلانی به کجا رفتن، ولی جمعی از ایرانی هم به واشنگتن رفتن. تلاش های گسترده همینان هم شروع شده، امیدوارم به نتایج قطعی دست پیدا بکنه و ما بتونیم از این ورطه خلاصی پیدا بکنیم. یه نکته هم دیروز گفتم، نمیدونم مثل که فهمش سخت شد و دشوار شد. این آقای گالنده ببینید، خواهش کنم خیلی سریع چند دقیقه وقت داریم. آقای گالنده ببینید، این آقای گالند وزیر دادگستری آمریکاست. بررسی کردن هیئت‌های حقوقی رو در دستگاه قضایی آمریکا که آجا این پولهای بلوک شده روس‌ها رو میشه داد به اوکراینی‌ها؟ پاسخی دادن بعد از بررسی ارزیابی مثبت بوده، بله میشه داد. اولین پول رو دادن، اولین پول رو پرداخت شد به اوکراینی ها. این تصادفا پول متعلق به مالیف بود، یکی از اولیگارش های روس، اولیگارش های جوان روس هست، افکارش هم شبیه همین ولادیمیر پوتین، از نوچه های ولادیمیر پوتینه. پول سرشاری هم داره، 5 میلیارد دلار پول داره، رسانه داره، فلان داره. این آقا رو که می‌بینید هم یعنی طرفدار تزاره، یعنی دلش می‌خواد دوران تزار در روسیه احیا بشه وسیله ولادیمیر پوتین. خیلی هم مذهبیه. این عکسایی که پشت سرش می‌بینید نشون میده که طرز تفکرش از چه قرار، یک آدم خلاصه آش شل قلمکار به معنای واقعی تو کله آدم یعنی هم مذهبیه، ارتودکس، ارتودکس طرفدار کلیسای
روسی کمک میکنه به کلیسای ارتدوکس که کلیسای فاسدی است و با کرملین دستشون در یک کاسه است. و در جنگ اوکراین هم این کلیسا خیلی جفا کرد و ناجوانمردی نشون داد نسبت به مردم اوکراین، پشتیبانی کرده است برنامه ولادیمیر پوتین برای تخریب اوکراین. خلاصه اولین پولی هم که فرستادن از اندوخته های آقای کنستانتین مالیف بود. خب وقتی که میشه پولهای بلوک شده روس رو به اوکراین فرستاد برای بازسازی اوکراین و قرار بیش از 300 میلیارد دلار به این ترتیب پولهای بلوک شده روسیه در اوکراین هزینه بشه، میخوام ببینم مشکلی ما چیه. مگه ما بین 70 میلیارد تا 120 میلیارد دلار نداریم در بیرون از ایران؟ این پول مال کیه؟ مال جمهوری اسلامیه یا مال مردم ایرانه؟ مگر جمهوری اسلامی خودش در جنگ اوکراین سهیم نیست؟ اگر بهانه جنگ جمهوری اسلامی که ایران رو در جنگ اوکراین سهیم کرده، بنابراین چه بهانه‌ای باقی میمونه؟ این سیاست دوگانه، این دوبینی نسبت به دو کشور و مردم دو کشور، اینکه روسیه که ایران از کجا میاد؟ خب ما نباید پیگیری کنیم؟ نباید اپوزیسیون کمیته دست کم شماری حقوقدان حقوقدانهای کسانی که به اصطلاح تخصصشون حقوق بین المللی، اینا بشینن دور هم برن گفتگو بکنن، اول برنامه ریزی بکنن، برن وارد گفتگو بشن با همین دادگستری ایالات متحده آمریکا، با کاخ سفید، با سازمان ملل، و در این زمینه پیگیر باشن، پیجو باشن. چرا پشت گوش میندازیم وقتی مستنداتی از این دست وجود داره؟ مستندات چیه؟ دوباره نشون میده آقای گارلند رو نشون میده. اینا مستندات، دنبال سند میگردید؟ آقای گارلند اشتنم دیم یه گزارش گذاشت، حتی اروپایی ها خیلی به این موضوع توجه نشون دادن. نمیدونم چرا ما توجه نشون دادن، ندیدم هم توی رسانه های ایرانی در زمین صحبتی بشه، در که این مهمه برای ما. هم یه وسیله قیاس داریم، مضاف بر این که یه پرسش اساسی داریم از دولت آمریکا، از دستگاه قضایی آمریکا، چطور در مورد پولهای بلوک شده روسیه میشه این کارو کرد؟ در مورد ایران اولیگارش روس رو میشه اموالش رو مصادره کرد؟ داره که اولیگارش رو نوچیزهایی مثل خاوری داره در کشورهای مثل کانادا میچرن و تا به حال پول های اینا مصادره نشده. تعدادش هم یکی دوتا نیست. دستگاه خزانه داری آمریکا خوب همه اینا رو میشناسه، فهرست اینها رو هم داره. در این وسط تنها چیزی که به نظر من کمبودش احساس میشه اقدام ماست. ما داریم کمکاری میکنیم. برمیگردیم منزل بعد با یک شخصیت برجسته و نازنین هستیم، همین الان هم با اون گفتگو میکنیم. یازدهم فوریه ساعت 12 ظهر از سراسر آمریکا در یک شهر لس آنجلس گرد هم خواهیم آمد تا با شکوه و عظمت حضور خود لرزه بر اندام دشمنان ایران و ایرانی انداخته و پیام همبستگی و همدردی خود را به مردم داغ دیده و آزاده ایران با عشق و امید برسانیم. بزرگترین راهپیمایی تاریخ ایرانیان خارج از کشور در 11 فوریه امسال رقم خواهد خورد. از سراسر ایالات متحده در یک شهر لس آنجلس 11 فوریه 12 ظهر. هیدری لا گروپ وکیل رسمی دادگاه. با کی هستیم؟ با یک شخصیت نازنین سیاسی
هم صاحب دل هم صاحب نظر هم میانانم، تجربیات زیاد داره در کار سیاست. میخوام از حضورش و از نظراتیشون بهره گیری کنیم، اونم در شرایط خطیر موجود. به نظرم وضعیت خطیری است. یعنی اول جنبش انقلابی ایران و مردم ایران امروز از حمایتی در دنیا برخوردارند که خیلی از ملت‌های دنیا باید بهش حسادت کنند. چون بی سابقه است در تاریخ. چنین همدلی در سطح جهان نسبت به یک جنبش بی سابقه است. بی سابقه. بهره‌گیری از شرایط برای حذف جمهوری اسلامی، انحلال جمهوری اسلامی، براندازی جمهوری اسلامی به نظرم الان ضرورت تام و تمام داره و باید واقعا جنبید. کی با ماست در برلین پایتخت آلمان؟ آقای پرویز دستمالچی عزیز. آقای دستمالچی خیلی خیلی خوش آمدید. جناب میمودی با درود به شما و همچنین بینندگان محترم تلویزیون و سپاس از اینکه لطف کردید من دعوت کردم. ممنونم. در ایران دولت برای اینکه خودش رو تامین بکنه بنا به گفته حسین مرعشی، یعنی یکی از ستونهای اصلاح طلبی در ایران، چیه دبیرکل کارگزارانه، برای تامین مالی میخواد زمین بفروشه و چند تا باشگاه رو بفروشه. خودش میگه ببینید کار به کجا رسیده و میگه مملکت داره در آتش میسوزه. این حرف آقای مرعشیه. حالا چیز درست روزنامه آفتابی از رو نشون میدیم آقای دستمالچی عزیز ببینن. این آقای دستمالچی، این تیتر درست تو این روز و روزگار که مردم نون ندارن بخورن، این تیتر روزنامه است و پیشانی روزنامه: تصمیم ایران و روسیه برای راه اندازی کارخانه‌ای با قابلیت ساخت 6000 پهپاد. بفرمایید. این چی میگه به شما؟ این به من میگه که جمهوری اسلامی وارد یک بازی بسیار خطرناکی شده. اونم این استش که رفته در کنار روسیه در اوکراین علیه دنیای غرب، در بغل گوش اروپا و اتحادیه اروپا علیه غرب و علیه ناتو می جنگه و سلاح‌های مورد نیاز روسیه رو تأمین میکنه، افرادش رو تعلیم میده و دخالت میکنه و این میتواند پیامدهای بسیار بسیار سنگینی رو هم برای جمهوری اسلامی داشته باشه و هم احتمالاً در یک حالت استثنایی برای ایران. شما توجه بکنید که هفته پیش، دو هفته پیش که مرکز صنایع تسلیحاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اصفهان و شهرهای دیگه مورد حمله پرنده‌های ریز یا پهپادهای کوچک قرار گرفت، مشاور امنیت عالی اوکراین اومد و اعلام کرد و این مسئله ایست بسیار حساس، چون اون هیچ وقت بدون مشورت با دولت اوکراین همچین حرفی رو نمیزنه. گفت ما به جمهوری اسلامی اخطار کرده بودیم که دخالتش در اوکراین میتواند پیامدهای بسیار بدی برای جمهوری اسلامی باشه و این حرف رو خب نمیان بزنن مگر اینکه بخوان گوشزد بکنن به جمهوری اسلامی، برای اینکه هیچ دولتی نمیاد بگه که من هم پشت چنین حمله‌ای که به مرکز ایران انجام گرفت، به کارخانه‌های تسلیحات جمهوری اسلامی انجام گرفت، پشت این جریان از جمله منم بودم. این پوزی که جمهوری اسلامی میاد در رابطه با همکاری تسلیحاتی با روسیه نه تنها به نفع ملت ایران نیست، بلکه یک خطر بزرگه. خطر بزرگ البته این خطای استراتژیک جمهوری اسلامی و رفتنش با روسیه و مبارزش، جنگش علیه دنیای آزاد در یک شرایطی اتفاق افتاد
که جنبش زن زندگی آزادی هم در ایران پا گرفت و این خودش وضعیتی رو به وجود آورد که اکثر کشورهای آزاد دنیا بسیار وسیع و گسترده شروع به پشتیبانی از این حرکت کردن، هنوز هم میکنن و تصمیمات بسیار سنگینی علیه جمهوری اسلامی گرفتن، از جمله تشکیل کمیسیون حقیقتیاب که حالا کار میکنه و بعدن پرونده رو اگر که جمهوری اسلامی همکاری نکنه به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهند داد و پیامدهای سنگین خواهد داشت برای جمهوری اسلامی. از کمیسیون حقوق ویژه حقوق زنان بیرونش کردند به خاطر عدم صلاحیت. پرونده زدن هواپیمای اوکراینی از طرف کانادا، اوکراین و فکر میکنم سوئد باشه به دادگاه لاهه ارائه شده و اگر جمهوری اسلامی نتواند اونجا پاسخ بدهد احتمال بسیار قوی داره که رأی بر پرواز ممنوع بودن هواپیماها به روی فضای هوایی ایران بکنن و این مسئله بازم یک ضربه سنگینی خواهد بود و تحریم‌های بسیار گسترده‌ای که در سطح جهانی از کانادا و امریکا گرفته تا کشورهای اروپایی یا استرالیا و ژاپن و غیره علیه جمهوری اسلامی اعلام کردن. من فکر میکنم جمهوری اسلامی با رفتن توی اوکراین و همکاری کردن عملی در یک جنگی علیه ناتو خطای استراتژیک بسیار گنده‌ای کرده. تشکر میکنم. تشکر. آقای دستمانچی عزیز، بپردازیم به اپوزیسیون در بیرون از ایران. دیگه سالیت هایی به طور پراکنده دیدم شروع شده همه جا برای اینکه به هر شکلی هست ایرانی ها بتونن صاحب تشکیلات و به اصطلاح سازمان هایی بشن که بتونن از اون طریق به عنوان حالا کاری لابیگری بکنن یا دست کم بتونن نظرات هموطنان خودشون در درون رو به کشورهای خارجی انتقال بدن. میخوام ببینم که خود شما چه خبرهایی دارید؟ در اطراف شما چه گذشته؟ دوستانتون یا اگر اطلاعات دارید در برای گروه هایی که در این زمینه کارهای انجام دادن که داره به اصطلاح داره به تدریج شکل واقعی خود چه پیدا میکنه؟ بفرم. ببینید اپوزیسیون ایران در برون مرز به نظر من بسیار بسیار قویه، پراکنده است ولی قویه. همچنان که اپوزیسیون ایران، همین جنبش زن زندگی آزادی که بیش از 4 ماه طول کشیده و الان یک کمی فروکش کرده ولی مانند فنر فشرده است که هر زمان دو مرتبه جایش خواهد کرد، اونم در ایران بسیار قویه. برای فهم این مسئله که این چقدر قوی هست کافی ما یک نگاهی به تاریخ 100 سال اخیر دنیا بندازیم و کشورهایی که در اون حکومت‌های تامگرا، حکومت‌های سرکوبگر، حکومت‌های دیکتاتوری بودن. در هیچ کدوم از این کشورها، از اتحاد جماهیر شوروی گرفته که یه نظم توتالیتر داشت تا تمام کشورهای اروپای شرقی و یا در زمان نازیسم و یا در زمان فاشیسم و استالینیسم و غیره، شما هرگز در هیچ کدوم از این کشورها چنین جنبشی رو که بتواند چنین خیزشی بکند در زیر یک حکومت توتالیتر و بیش از 4 ماه دووم بیاره و سراسر کشور رو در بر بگیره نمیشناسید. هیچ جا نمیشناسید. این از نظر اهمیت این جنبشی است که در درون ایران هست. به همون تناسبم من فکر میکنم اپوزیسیون ایران در خارج از کشور بسیار بسیار قویه و شما هر جایی که برید، در کشوری که برید، هم گروه های گوناگون هستن فعالیت میکنن، هم
با وزارت امور خارجه و اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا و غیره یا امریکا و کانادا در ارتباطن و تلاش میکنن نظر موافق اونا رو به طرف اپوزیسیون جلب بکنن. اما با خیزش زن زندگی آزادی مسئله فعالیت ها یک بود دیگری پیدا کرد و اپوزیسیون بیرون آمادگی برای یک همبستگی ملی و همراهی و همگامی طولانی تر نداشت، هرچند که با وجود این تونست بزرگترین تظاهرات در آلمان رو در 100 سال گذشته در واقع نشون بده. این که بیش از 100 هزار ایرانی از سراسر اروپا به برلین اومدن و تظاهرات همبستگی با هم دیگه در دفاع از جنبش زن زندگی آزادی نشون دادن و با وجود تمام اختلاف نظرهایی که وجود داشت و عدم وجود تشکیلات واحد برای سازمانده این جریان، ولی نشون دادن که سر به زنگاه متحد علیه حکومت دینی ایران خواهند ایستاد. و بعد از اونم تظاهرات و اجتماعات و اعتراضاتی که در سراسر دنیا از کانادا گرفته تا استرالیا انجام گرفت و هنوزم وجود داره و برای همین آخر هفته، همین هفته که میاد 11 فوریه، دو مرتبه چندین تظاهرات مرکزی بزرگ سازماندهی شده. این نشون میده که اپوزیسیون با وجود اختلافاتی که داره، با وجود پراکندهی که داره، بعضن به وظیفه ملی و متحد خودش در مبارزه علیه حکومت دینی ایران برای برچیدن اون عمل میکنه. اما هرچند که اینها لازم هست و انجام گرفته، به نظر من ما میتوانیم و باید، برای اینکه میگم میتوانیم و باید، به این دلیل اینو میگم که هیچ کدوم از گروه ها هر چقدرم که گسترده باشن و فعالیت زیاد بتونن بکنن، به تنهایی توان این که حکومت دینی رو به زیر بکشن نخواهند داشت. ما یک سری علایق فردی داریم، یک سری علایق سازمانی، حزبی، طبقاتی و غیره داریم، اما مشترکاً علایق ملی داریم و وظیفه ملی ما و علایق ملی ما مقدم است بر علایق دیگر. از اونها میبایستی به نفع، به سود علایق ملی کوتاه بیاییم و بتوانیم یک مجمع ملی همبستگی برای همگامی و پشتیبانی از مبارزات زن زندگی آزادی درست بکنیم. ما باید این کار رو بکنیم و تا اونجایی که من مطلع هستم، هم در گذشته و هم الان که با شما صحبت میکنم، تلاش های بسیار متفاوتی از زوایای متفاوت از طرف سازمان ها و افراد گوناگون انجام گرفته که بتوانند از این پراکندگی عبور بکنن و به اصولی دست بیابن که بر اساس اون بتوانن با هم یک شورای همبستگی ملی یا مجمع همبستگی ملی یا ستاد همبستگی ملی، حالا اسمش مهم نیست، یک همبستگی ملی سازماندهی شده به وجود بیارن تا بتوانن این مبارزات رو و این تشکیلات های پراکنده رو بتوانم متمرکزتر و متراکمتر در خارج از کشور سازماندهی بکنن تا بتوانند با یک صدا و قویتر برای جنبش ایران لابیگری بکنن در تمام سراسر اروپا و امریکا، یعنی در سراسر دنیا، و ایرانیایی که در خارج از کشور هستن ببینن و اعتماد بکنن به یک مرجعی، یک شورایی، یک مجمعی که از ایرانیان مورد اعتماد، توانمند و غیره و مدیر و مدبر اینا تشکیل شده و وظیفه ملی خودش رو انجام میده. من فکر میکنم که
ما نباید با هم یکی بشیم، ما نباید یک فکر بشیم، ما باید در واقع برای برچیدن جمهوری اسلامی با هم بتوانیم همکاری و همبستگی داشته باشیم. ما برای ساختن یک ایران، یک نظم دموکراتیکی که در اون قوای حکومت ناشی از اراده ملت است و ملت یعنی مجموعه شهروندان ایرانی که دارای پاسپورت و شناسنامه، دارای شناسنامه ایرانی هستن و متولد، حالا متولد ایران هم نه ولی شناسنامه ایرانی دارن. این تعریف ملت، یعنی میان ملت ما نمیتونیم تبعیض بذاریم که مرد یا زنه، مسلمان یا مسیحی، یهودی یا باهایی یا بیدین است یا هر چیز دیگر. همه اینها میبایستی در برابر قانون یکسان، حقوقی یکسان داشته باشند. این چیزی رو که من برای شما دارم الان میگم یک مسئله عجیب و غریبی نیست، هست تو این دموکراسی ها، تو چنین نظم هایی همه ما زندگی میکنیم. شما در امریکا، عده‌ای در کانادا، ما در اروپا، در کشورهای آزاد جوامع باز اتحادیه اروپا زندگی میکنیم، جوامعی که بر با تکیه به اعلامیه جهانی حقوق بشر همه افراد شهرونداش در برابر قانون متساوی الحقوق هستند. ما باید، ما میتوانیم و باید برای یک ایران آزاد دموکراتیک روی این توافق بکنیم و بعد نظرات خودمون هم داشته باشیم، با همدیگه هم رقابت بکنیم، هیچ اشکالی هم نداره، ولی رقابت به معنای فحاشی و ناسزاگویی و غیره نیست. رقابت ها رو داشته باشیم، هر کی فکر میکنه اینطوری بهتره بگه. تا پای صندوق رأی بعد از جمهوری اسلامی در انتخاباتی دموکراتیک، آزاد و سالم این رأیمون رو می‌ریزیم توی صندوق رأی، مجلس مؤسسان که نمایندگان منتخب دموکراتیک ملت هستند درباره ساختار حکومت و نمادهای حکومت تصمیم خواهند گرفت و دو مرتبه قانون اساسی رو خواهند نوشت و اونو دو مرتبه به رأی مردم می‌ذارن و بعد از تصویبش ایران هم میشه یک کشوری مثل آمریکا و کانادا یا آلمان و فرانسه و بلژیک و غیره اتحادیه اروپا. هر چهار سال به چهار سال رقابت آزاد میان گروه‌های مختلف هست برای اینکه اونی که اونایی که به تناسب رأیشون دارای آرای بیشتری هستن کشور رو، قدرت سیاسی رو به دست بگیرن و کشور رو اداره بکنن. راه‌های دیگری که به دموکراسی و حقوق بشر برسه من نمی‌شناسم. این تاریخ، این 100 سال اخیر تمام کشورهای دنیا، این تاریخ اروپا و غیره. اگر یک نظم دموکراتیک می‌خوایم اینه. ما همه باید، ما نباید یک صدا بشیم. در آلمان مگه همه یک صدا؟ حزب چپ هست، سبز هست، سوسیال دموکرات هست، دموکراتیک مسیح، دموکرات مسیحی هست و غیره. اینا جریانات گوناگون ملت هست. یه عده‌ای میگن این درسته، یه عده‌ای میگن اون درسته. ملتی که تک صدا باشه، تک صدایی یعنی خمینیسم، تک صدایی یعنی فاشیسم، تک صدایی یعنی نازیسم. خب آقای ملت متکثره. جناب دستپرچی بذار از بازار آگهی عبور کنیم، برمیگرد بیاد تو ماشین. تو کجا اومدی؟ بفهم. خب برابر بین میگیریم همیانانم با آقای پرویز دستپاچی عزیز هستیم. آقای دستپاچی، یاد تو ماشین تو کجا اومدی؟ بفهم. بله، من در واقع میخواستم اینو یه بار دیگه تکرار بکنم، بگم که ببینید ملت ایران متکثره و این تکثر رو در ملت باید پذیرفت. همه ما باید بپذیریم، همه گروه ها، و این که یه هیچ گروهی نباید فکر بکنه یا حزبی یا هر چیز دیگری
که گویا اون تنها نماینده ملت است. خیر، تنها نماینده اگر که یک ملتی فقط یک صدا باشه و یک نماینده داشته باشه و یه چی اینطوری، این میره به طرف یک نظم غیر دموکراتیک، این جریان خمینی که ملت یک صدا شد، این جریان فاشیسم و نازیسم که ملل اونها در ایتالیا و آلمان یک صدا شدن. ما باید بپذیریم ملت ایران 85 میلیون متکثره و تکثر خودشو در گروه های متفاوت سازمان های سیاسی و غیره یا جوامع مدنی بیان میکنه. البته الان به خاطر سرکوبی رو که وجود داره در ایران، اینها نمیتونن خودشونو نشون بدن، تا میان نشون بدن میگیرن، میزنن، زندان میکنن، میکشن و غیره. ولی این واقعیته، یک فردای ایران هم متکثره و حقانیت حکومت هر گروهی یا گروههایی فقط میتواند از تناسب آراء به صندوق رأی ریخته شده بیرون بیاید، عین تمام جوامع دموکراتیک. در نتیجه ما برای این که از جمهوری اسلامی، از حکومت دینی عبور بکنیم، نیازمند این همراهی هستیم. ما 100 تا اختلاف با هم داریم، هیچ اشکالی هم نداره، مثل تمام احزاب دیگه که با هم اختلاف دارن در استراتژی ها، در فرهنگ، در نگاهشون به مسائل، در تحلیلاشون از مسائل. این طبیعیه، طبیعی برای یک جامعه متکثره، طبیعی برای یک جامعه دموکراتیکه، وگرنه میشه تک صدا، وگرنه میشود آن چیزی که جمهوری اسلامی تلاش میکند 44 سال انجام بده و بگه این ملت فقط یه حرف میزنه، اونم حرف ماهایی هستیم که در حکومت هستیم، که واقعیت نداره و عملا هم شکست خورده. و این خیزش زن زندگی آزادی نشون داد که جمهوری اسلامی در تلاش 44 سالش برای یک صدا کردن و یک شک کردن و یک فکر کردن ملت شکست خورده و اصولا شدنی نیست در صده 21. حالا اگر ما باید این کار رو بکنیم، همش هم نباید هی بیاییم روی اختلافات دست بذاریم، اختلاف داریم، ولی نقاط مشترک و نکات مشترک هم بسیار داریم. ما هممون باید بدانیم اگر ایران آزاد نشود و نظم دموکراتیک پیدا نکند، هیچ کدوم از این گروه ها شانس این که ایدال ها و آرزوها و خواسته سیاسی خوشونو برن جامعه عمل به خوشونو نخواهند داشت. باید ابتدا ایران آزاد باشه تا این گروه ها انتخاب بشوند و بتوانند در حکومت برن برنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره خوشونو پیاده بکنن. من 100% مطمئن هستم پشت بسیاری از این فضاسازی هایی که عمدتاً در فضای مجازی انجام میگیره و علیه گروه ها فحاشی میکنه، ناسزا میگه، جبر خراب میکنه، اینا رو به جون هم میندازه، دستگاه های اطلاعاتی ایران هستن. باید به این توجه بکنه. در نتیجه ما مبارزان ایران در برون مرز میبایستی تلاش بکنن که فضا آروم باشه، فضا برای گفتگو و رسیدن به یک اصولی که بتوانیم در کنار هم دیگه این همبستگی ملی رو برای همگامی و پشتیبانی از مبارزات درون انجام دهیم به وجود بیاریم. نباید توی دام بازی های دستگاه اطلاعات و امنیت ایران افتاد. من تا اونجایی که اطلاع دارم، تلاش های از جوانب مختلف برای دستیازی به این همبستگی ملی در حال شدنه. امید از هر چی زودتر در واقع نتیجه بده و ما بتونیم سازمان یافته و مشترکاً گام های بسیار بزرگ در پشتیبانی از ملت ایران برداریم در یک همبستگی ملی. تمام نیروهای آزادی خواهد و دموکرات، اونایی که دموکراسی نمیخوان، آزادی نمیخوان یا تعریف
دیگری دارن از آزادی که به غیر از اسارت انسان نیست، با اونا من کاری ندارم، اونا میتونن برای خودشون کارشونو بکنن. من روی سخنم با کسان و مسئولان و رهبران سیاسی و اندیشمندان و خردورزان ایرانی است که این رو میخوان، یک نظم دموکراتیک متکی به حقوق بشر میخوان، جوامع باز میخوان. قوای حکومت ناشی از ملت هست در تمام جوامع دموکراتیک و جوامع باز، این چنینه. و قانون مصوب نمایندگان منتخب ملت مقدم است بر هر قانون و سنت دیگر. یعنی نه قانون الهی اعتبار داره و نه یک جبریتی که بر فراز ملت باشه، حالا با توجیه تاریخی طبقاتی و یا هر چیز دیگری. فقط قوای حکومت ناشی از اراده ملت است که در قلب این اراده نهاد پارلمانه که نمایند، یعنی قوه قانونگذاری است که میشینه و تصمیم میگیره کشور رو برای چطوری اداره بکنه و برای آینده چطوری سازماندهی بکنه. من در این که جمهوری اسلامی خواهد رفت یک ذره شک ندارم. مسئله فقط این استش که یه ذره زودتر یه ذره دیرتر، ولی خواهد رفت. و 44 سال گذشته و این شرایطی که الان اینجا هستیم و این خیزش زن زندگی آزادی نشون داد که در زیر خاکستر جامعه یک استحاله عظیم انجام گرفته از نظر فرهنگی و سیاسی، و این جامعه این حکومتگران رو نمیخواد. چیزی که امروز بعضن حتی اصلاح طلبان درون حکومت میان و اذعان میکنن، اعتراف میکنن، و حتی بخشی از خود اصولگرایا اومدن اعتراف میکنن که نمیشه اینطوری. ما از این عبور خواهیم کرد. تشکر میکنم از توضیحاتتون، توضیحات فوق العاده نافع. آقای دستمانچی عزیز، اما خب در بیرون از ایران با توجه به اینکه خب ایجاد این ستادی که مورد اشارت شما سالا اسم میخواد داشته باشه، یه بستر میخواد، رسانه ها میتونن نقش مهمی داشته باشن در این بستر سازی، بتونن تفاهم رو دامن بزنن، نه سوء تفاهم رو. اما یه جاهای شیطنت هایی داره میشه، نمیگم تزویر، احتمالا شیطنت دیگه، سعی میکنن شخصیت های موجود رو که همه هم واقعا کار آمدن، همه هم کارهای درخشانی انجام دادن، همه به درد این به درد حمایت پشتیبانی از این جنبش میخورن، وجود اونها ضروری است، لازمه، مقتنمه، خیلی مقتنم همش، هر کسی که ما میشناسیم توی این ماهای اخیر بیشترین فعالیت رو داشته و همه هم تبدیل شدن به چهره های مورد اعتماد و وسوخ مردم. رسانا سعی میکنه از اینها رقیب بسازند با نمره دادن به اونها، یعنی اونها رو تبدیل میخوان بکنن به عدد. شما 20% محبوبیت دارید، او 25% داره، او 1% داره. و این به نظرم اصلا در شرایط حاضر، چون ما در پی کسب قدرت که نیستیم، که قرار نیست اینجا قدرت توزیع بشه، قدرت در ایران توزیع میشه، اونم با اراده و رأی مردم. یعنی مردم هم میدن توی صندوق و میگن کیو میخواه کیو نمیخواه، تکلیف روشن. اینجا موضوع حمایت از مردم. حالا اینا دارن تلاش میکنن اینها رو به رقیب تبدیل بکنن و این به نظرم نقض غرضه. حالا میگم اگر توش تزویر وجود نداشته باشه، خدای نکرده عدم حسنیت، ولی هرچه هست جای من احساس میکنم که اگه از سر حتی نادانی هم نباشه، یه نوع شیطنتی و این در شرایط حاضر میتونه خیلی زیان بخش باشه. حتی برخی رسانه های کلان دارن این کار رو میکنن. بفهم، به نظر من این سیاست غلطه، نادرسته. ببینید، ما باید تعادل ایجاد کنیم در میان نیروهایی که هستن. حالا این تمام جوامع دیگه به هر حال در رقابت سیاسی که هست، یکی میتونه محبوب تر باشه،
یکی میتونه آرای بیشتر یا کمتری به دست بیاره، هیچ اشکالی نداره. همه که نمیتونن که مثلا مقام اول، دوم، سوم بشن. تمام این بخش هایی که تلاش میکنن برای آزادی ایران، مبارزه میکنن، هر کدومشون یک نقشی دارن، احترام خودشونو داشته باشن. بسیاری از این، من برخی از این برنامه ها رو میبینم، این نوع دامن زدن به اختلافات، ما به کجا میخوایم بریم؟ ما میخوایم به همدیگه وصل بکنیم و یا میخوایم اینا رو به جون هم بندازیم؟ این کارا غلطه. میدونید حالا با هر نیت خوب یا بدی که انجام بگیره، حالا ما علم نیت خونی نداریم، ولی خیلی از افراد بودن ممکنه نیتشون هم خیر باشه، من نمیدونم، ولی شما میتوانید با نیت خیرم جهنم بسازید. یه مثال خیلی خیلی روشن برای شما میزنم. خلخالی موقعی که اومد سر کار و این جنایت ها رو عظیمو کرد، این که حرفش این نبود که من الان میام دوست دارم همه اینا رو بگیرم بکشم جهانو بد بکنم، این که نمیگفت. میگفت آه این قانون الهی، آه من اگر طبق تصورات الله دست چند نفر رو بزنم و چند نفر رو اعدام بکنم، جامعه میشه بهش. خب جامعه شد همین جمهوری اسلامی. یعنی نیت خیر توجیه کننده عمل نادرست شما و یا پیامدهای نادرست یک عمل شما نیست. هر سیاست مداری میبایستی فکر بکنه، هر کاری که میخواد بکنه باید فکر بکنه که پیامدهای من، نیتم خیر، ولی پیامدهای این کاری رو که من میکنم چه هست؟ آیا یک مشکل رو حل میکنه، ما به یک قدم به پیش میریم و یا دو مرتبه چند گام به پس میریم؟ میدونید سیاست مدار وظیفش حل مشکل واقعا موجوده، نه اینکه فلسفه بافی و دامن زدن و به تبلیغات سیاسی و غیر اینها. وظیفش، وظیفه سیاستمدار، حل، یعنی برای یک مشکلی که وجود داره باید بتواند راه حل خروج از اون رو ارائه بده، نه اینکه نقش یه تحلیلگر حالا رسانه‌ای و یا هر چیز دیگری رو بازی بکنه. ما اگر میخواهیم همبستگی ملی به وجود بیاریم و باید به هم نزدیک بشیم، نمیتوانیم سیاست های اتخاذ بکنیم که نتیجهش فاصله انداختن بین ما بشه، بیشتر بکنه. خب این به طرف عکس اون میلمون میره، نباید این کار رو کرد. به همین دلیل باید این فضا رو که در تشنج آفرینیش جمهوری اسلامی دست داره انجام میده، به نفعشه، باید اختلاف بندازه، ما رو به جون هم بندازه تا بتونه ما نتونیم نزدیک بشیم به هم دیگه، و هرچقدر هم نزدیک نشیم به نفع اونه، و اگر با هم هم دعوا بکنیم که بیشتر به نفع اونه. ما اختلاف ها رو باید داشته باشیم، حرف همونو باید بزنیم، باید گفتگو بکنیم، گفتگوی سالم بکنیم، از فحاشی و توهین و حرفای بیمورد پرهیز بکنیم. آخه یه حرفی رو میشه زد، نباید الزاماً توش فوش و توهین و غیره باشه. پرهیز بکنیم، فضا رو آروم بکنیم. ما نباید با هم دیگه، خیلی ببخشید اینطوری رو باید بگم، ما نباید با هم دیگه ازدواج بکنیم. ما باید در کنار هم دیگه علیه جمهوری اسلامی مبارزه بکنیم. یعنی اون چیزهایی که میتواند ما رو به هم نزدیک یا دور بکند، اصولی است که درش اشتراک داریم. اونجایی که اشتراک داریم یعنی چی؟ یعنی اگر من میگم جمهوری اسلامی باید برود تا با به یک نظم دموکراتیک برسیم، اگر کسی دیگه هم این حرف رو میزنه، من با اون اشتراک دارم. من با کسانی که حکومت دینی میخواهند
و یا در چارچوب حکومت دینی میخواهند بمانند و گویا میخواهند مثلا اصلاحش بکنند که شدنی نیست. اگر میشد اصلاح کرد اینا 44 سال وقت داشتن. خود همین اصولگراها آقای خامنه‌ای اسلامی کرد نیمون. من با اونا کاری ندارم. من با کسانی کار دارم که میان جمهوری اسلامی نمیخوایم، یک نظم دموکراتیک میخوایم، باید متکی و ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه، به آراء مردم در انتخاباتی دموکراتیک آزاد و سالم اتکا میکنیم و تن بد میدیم به اون. در نتیجه این کسانی که چنین میاندیشن، این وجوه مشترک رو با هم دارن، باید به هم نزدیک شد. اگر کسی میخواد گروه ها رو نزدیک بکنه باید بره سر این وجوه مشترکشون، نه اینکه هی دامن ما بزنیم به اختلافات بیمورد کاذب. همینجوره. خیلی تشکر میکنم توصیهاتون آقای پرویز دستمانچی عزیز، جز اینم انتظار نمیدم. امیدوارم که ملت ایران موفق باشه، امیدوارم که بتونن هر چه سریعتر اون ستاد کارآمد رو تشکیل بدن و ما بریم به سمت یک سر کردن کار. جمهوری اسلامی باید بره، واقعا وجود زائدی شده، بود آزرد دهندهی برای دنیا شده، حتی برای خودشون. اما سیاست هایی هم که اتخاذ میکنن علیه خودشون، علیه نتیجهش در واقع علیه خودشونه، یعنی هر تصمیمی گرفتن به زیان خودشون تمام شده. خب یه رهبری که خیلی دور از واقعیت های موجود دنیا، خیلی فاصله گرفته. با آرزوی سلامتی برای شما آقای دستمانچی، تا دیداری دیگر ممنونم. آقای شهرتی سپاسگزارم. سارا ایرانی عزیز تشکر میکنم و از هموطنانم که ما رو همراهی کردن. بدون شما رسانه خیلی خیلی بی‌برنامه‌ست. دهم فوریه، ساعت 12 ظهر، از سراسر آمریکا در یک شهر لس آنجلس گرد هم خواهیم آمد تا با شکوه و عظمت حضور خود لرزه بر اندام دشمنان ایران و ایرانی انداخته و پیام همبستگی و همدردی خود را به مردم داغ دیده و آزاده ایران با عشق و امید برسانیم. بزرگترین راهپیمایی تاریخ ایرانیان خارج از کشور در 11 فوریه امسال رقم خواهد خورد. از سراسر ایالات متحده در یک شهر لس آنجلس، 11 فوریه.